بسم الله الرحمن الرحیم. نامه‌های عرفانی، دفتر دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 62، راز آزادی بیان و عقیده، صفحه 91. 1. آنچه که شیرازه یک خانواده را از هم می گسلد و افراد آن را یاقی و تار و مار می کند و در بیرون به فساد می کشد، نه فقر و نه حتی کفر عقیدتی، بلکه فقدان آزادی عقیده و بیان است. کل جامعه هم چنین است. 2. یکی از مهمترین علل سوء تفاهم و بدبینی و خیانت در رابطه زناشویی، فقدان صمیمیت و صداقت در بیان است. این امر در کل جامعه و نظام سیاسی هم مصداق دارد. 3. انسان حیوان ناطق است و نفس ناطقه حضور الوهیت پروردگار در روح بشر است و علت اشرفیت او در جهان می باشد که او را به مقام خلافت اللهی می رساند. 4. کارگاه رشد آدمی روابط اجتماعی اوست و موتور محرکه این رابطه همانا نطق است و مبادله عقاید و تجربیات و عواطف، یعنی آزادی بیان و نفس ناطقه بال پرواز روح انسان است. 5. دشمن آزادی بیان دو امر است که یکی عنصر باطنی در فرد است که همان فقدان صداقت و صمیمیت و شجاعت است و دیگری فرهنگ حاکم بر جامعه و حاکمیت سیاسی می باشد. 6. فردی که بر اساس دروغ و ریا زندگی می کند بدون شک خود دشمن آزادی بیان خیشتن است. 7. حاکمیتی هم که بر اساس دروغ و ریا حکومت می کند نیز دشمن دیگر آزادی بیان در جامعه است. 8. بنابراین آزادی بیان دشمنی جز دروغ و ریا ندارد و دروغ و ریاکاری معلول کفر و مفاسد و مظالم نفس بشر و جامعه و حکومت است. 9. بنابراین آزادی بیان که همان صدق اندیشه و نفس ناطقه است یک ارزش و معنای کاملا اخلاقی و دینی دارد و از ارکان دینداری می باشد. 10. بنابراین فرد، خانواده، جامعه و حکومتی که فاقد آزادی بیان است پدیده ای کافر و ظالم و کذاب است. 11. در جوامع غربی هم که آزادی بیان نسبتاً بیشتری حاکم است، به دلیل فقدان اخلاق و ایمان و عدالت هیچ حقیقتی بیان نمی شود و رشدی رخ نمی دهد و فقط دروغ‌های بیشتر و بزرگتری اشاعه می یابد که در خدمت رشد جنون و جنایت است. 12. آزادی بیان اجر وجودی انسان آزاده و رها از قید و بند دنیا و مادیت و بلهوسی خواست که به امنیت و شجاعت وجودی رسیده است و دلیلی بر دروغ و خودسانسوری و فریبکاری ندارد. 13. پس هیچ کس جز خود فرد بشری قادر به زیر پا نهادن آزادی بیان خیشتن نیست، و چه بسا بسیاری برای حفظ این حق ذاتی خیش از امکانات دنیوی و حتی از جان خود می گذرند. 14. آزادی بیان همان حق صدق بیان است و می دانیم که صدق در رأس فضایل اخلاقی و دینی قرار دارد و مقصود انسان در جهان است و مقام صدق از عالی ترین مقامات معنوی در انسان می باشد. 15.
پس آزادی بیان در نقطه مقابل دنیا پرستی قرار دارد و یک ارزش و نشان عالی ایمانی و عرفانی است. 16. آدمی بین آزادی بیان و دنیا مخیر است. 17. اراده به بیان خیشتن همان اراده به معرفی کردن خیشتن است و این اراده ای الهی و برحق ترین امیال بشری است، زیرا خداوند جهان و انسان را آفریده تا خود را معرفی کند و انسان به عنوان خلیفه خدا محل معرفی خداست و این جز از طریق آزادی بیان ممکن نیست. پس امری عرفانی و به غایت واجب است و هر که در قبال آن مبارزه کند به جنگ با خدا پرداخته است، چه به صورت خود سانسوری و چه سانسور دیگران. 18. اگر خودشناسی برترین علوم و راه و روش رشد و هدایت روحانی انسان است، آزادی بیان یکی از ارکان و مجاری ذاتی و واجب خودشناسی است، زیرا انسان خود را در آینه که دیگران در میابد و آن در جریان دیالوگ و سخن صادقانه ممکن میشود. 19. اگر دروغ ام الفساد است و دروغگو دشمن خداست و خدا دشمن کذابان است و انسان کذاب همنشین شیطان است، آن که مانع بیان آزاد و صادقانه در خیشتن یا دیگران است دشمن خداست و بانی فساد و از لشکریان شیطان است. 20. رسول خدا می فرماید آن که حقیقتی را پنهان می دارد مورد لعنت خدا قرار می گیرد. پس آن که حقیقتی را می داند و نمی گوید و یا مانع گفتن آن در دیگران می شود مورد لعنت خداست. 21. آزادی عقیده و بیان دارای ذاتی دینی و عرفانی و خدایی است، ولذا سانسور و خفقان آن هم تحت عنوان دین اشد ستمها و معصیت هاست و بیشترین مفاسد را پدید می آورد. 22. در قرآن کریم می خوانیم که چون چند نفر مؤمن با یک دیگر راز دل می گویند خداوند حاضر می شود و این اهمیت عرفانی و دینی و قرآنی آزادی بیان و بیان صادقانه و قلبی را می رساند. 23. آزادی بیان و عقیده عرصه ظهور حق و حقیقت است و نهایتاً حضور خدا در میان مردم. 24. آزادی عقیده و بیان زمینه فرهنگی ظهور ناجی موعود است که مظهر اراده الهی در میان بشر است. 25. پس همه حامیان و مدافعان آزادی عقیده و بیان و مبارزین راه آزادی بیان مؤمنان حقیقی و خداپرستان راستین هستند و مجاهدین فی سبیل الله و دشمنان آزادی بیان دشمنان دین خدایند و حافظان فساد و ستم و دروغند. 26. امر به معروف و نهی از منکر چیزی جز حق آزادی عقیده و بیان نیست که از ارکان اجتماعی اسلام است و از عبادات محسوب می شود و اگر صدق اصل اول اخلاق دینی است معنایی جز آزادی بیان ندارد. آدم دروغگو کسی است که آزادی بیان را از خود گرفته است، ولذا بزرگترین ظلم را به خود نموده است. 27. انسان در جهان رشد می‌یابد و آزادی بیان شاهراه ورود انسان به جهان است، به خصوص جهان انسان‌ها و ارواح و قلوب بشری. آزادی بیان همان حق راستگویی است. 28.
پیامبران الهی بانیان آزادی عقیده و بیان بودند و به همین وسیله بشریت را متحول کرده و رشد دادند. 29. در قرآن کریم خداوند خطاب به مؤمنان می‌فرماید که آیات و بینات و حجت‌های الهی را که در می‌یابند به سایرین برسانند و این امری واجب است که موجب هدایت مؤمنان می‌شود. پس امر هدایت محصول بیان آزاد یافته‌های باطنی انسان است. 30. و نیز در قرآن می‌خوانیم که رستگاران کسانی هستند که به همه قول‌ها گوش می‌کنند و بهترین آنها را برمی‌گزینند و این مستلزم وجود آزادی بیان در جامعه است که اساس رستگاری انسان است. 31. پس آنان که آزادی عقیده و بیان را ایده ای غربی و کافرانه می خوانند، بزرگترین تهمت و معصیت را بر خداوند روا داشتند و دین خدا را به صورت وارونه معرفی کردند و ظلمی بزرگتر از این نیست. 32. آزادی بیان از برترین و واجبترین عبادات است و از اصول ذاتی دین و معنویت و سعادت بشری می باشد. با اندک دقتی در سخنان علی علیه السلام آن حضرت را از سلاطین آزادی بیان می یابیم. لقب صدیق اکبر به آن حضرت از همین روست و عارفان اسلامی نیز پیامبران آزادی بیان در تاریخ جهان هستند، همچون حافظ و مولانا و حلاج و دیگران. 33. آزادی بیان صادقانه از برجسته ترین نشانه های مؤمنان و رستگاران است. 34. در خانواده یا جامعه‌ای که آزادی بیان نیست، دین نیست، حتی اگر همه نماز بخوانند. 35. فقدان آزادی عقیده و بیان از مهمترین زمینه‌های فحشا و اعتیاد و یاغیگری و آنارشیزم و مفاسد اخلاقی در جامعه است. 63. روش فهم قرآن. 1. فهم قرآن قبل از هر چیزی مستلزم یک پیش شرط ایمانی است و آن باور قلبی به این حقیقت است که آیات این کتاب به راستی کلام خداست و خداست که با آدمی سخن میگوید. یعنی کسی که قرآن را می‌خواند خلیفه خداست، زیرا مشغول ابلاغ کلام خدا به خیشتن است. یعنی فرد قاری در آن واحد هم مخلوق است و هم خالق که با مخلوقش سخن می‌گوید. این باور اگر باشد آدمی به قرآن وصل شده است. ولی آیا براستی چند درصد از حتی مفسران بزرگ قرآن دارای چنین باور یقینی و حضوری هستند؟ اگر چنین باوری در یک قاری باشد، محال است که با خدایش دیدار نکند و از صدایش به سیمایش نرسد. همانطور که امام رضا علیه السلام بر این امر تأکید نموده است و سایر ائمه درباره دیدار با خدا در حین مطالعه و تأمل در قرآن سخن گفتند. 2. انسان تا جدن و قلبن و حضورن خود را مخاطب خداوند نیابد که خداوند از زبان خود او با او سخن میگوید، هیچ نمیفهمد و نمییابد و نمیبیند. چون این باوری حتی در علمای دینی هم که عمری با قرآن هم نشین هستند بس نادر است، تا چه رسد به دیگران. درست مثل باور به مرگ که همواره مربوط به همسایه است.
زیرا اگر آدمی به راستی باور داشته باشد که هر آن ممکن است بمیرد، از مخلصین خواهد شد و دائما مقیم آخرت است و پرده غیب از مقابل دیدگانش به کنار می رود. 3. اگر شما وقتی که نامه ای از کسی را می خوانید او را نشناسید و در حین خواندن نامه نویسندهش را مقابل خود نیابید، منظورش را فهم نمی کنید، پس مطالعه قرآن هم کمتر از این نیست. نامه 64 در باب وفا. 1. وفا از عهد برمیخیزد و عهد از محبت است و مابقی قرار و مدار است و تجارت، که حتی این را هم جز اهل محبت بر نمیتابد. 2. کسی که محبت ندارد عهد ندارد و وفایی هم ندارد، و چون این کسی چگونه میتواند دین داشته باشد؟ زیرا دین همانا عهد و وفای به خداوند است که در عهد و وفایش هزاران بلا و امتحان پیش روی اهل وفا می نهد. 3. کل زندگی آدمی به لحاظی چیزی جز عهدهایش به خود و به دیگران و به خدایش نیست، و همه تلاشهای بشری جهت تحقق عهدهایش می باشد، عهدهایی که با خود دارد و با مردمان و با خدایش. 4. براستی در هر عهدی چه رازی است که چون زیر پا نهد گویی تمامیت حیات و هستیش تباه شده است؟ 5. هر عهدی عهدی است با خدا که منشأ وجود است، پس هر عهدی همانا عهد با وجود خیشتن است و وفا هم وفای به وجود است، و وجود هدیه خداست به عدم از سر لطف و کرامت و محبت، پس وجود تماماً ایثار و عشق خداست، چرا که انسان را جانشین خود ساخته است. 6. عدم بر جای وجود قرار گرفته است و وجود هم بر جای عدم. این است معنای خلافت بین انسان و خدا. 7. این است که آدم هست و خدا نیست، و این اخلاق خداست که خلقت اوست، پس خلق کردن به معنای اخلاق عین از خود گذشتن است. 8. آدم باید وفای به عهد نماید، یعنی وفا به عشق و ایثار نماید، یعنی وجود خود را به خدا دهد و فنا را از او بستاند. بگذر از خود تا شبی شیدای خود، چون به مانی می شوی رسوای خود. 9. پس وجود آدمی ذاتاً متحد به خداست، به دلیل این که خودش هست و خدا نیست. 10. ولی آیا آدمی قدر وجود خود را می داند؟ هرگز، مگر این که چون خدا از خود بگذرد، زیرا اخلاق وجود همانا ایثار است. 11. تا آدمی وجود خود را به خدا ندهد قدرش را نمی یابد، تا فنا را نپذیرد حق بقا را نمییابد، و این عهد وجود است. آنکه از خود نگذشته است وجود ندارد. 12. پس عهد وجود همان از خود گذشتن است برای خدا، تا اینکه حق وجود دریافت شود. آنکه از خود نگذرد ظالم است. 13. تا آدمی از وجود خود نگذرد به حقش که جاودانگی است نرسد. انسان با وجود همان ایثارگر است که البته ایثارش یعنی عدل است. 14. در ازل خدا بود و انسان نبود، ولی حالا انسان هست ولی خدا نیست، پس حق و عدل چیست؟
این است که انسان وجود خدا را به او باز پس دهد و فنای خود را بپذیرد. ولی این عدل و حق منجر به حیات و هستی جاوید و خدایی برای انسان می شود. 15. پس حق وجود انسان همانا از خود گذشتن است و این عین وفای به عهد و امانت است. آن که از خود نگذرد خود از او می گذرد و بی خودش می کند و بی وجود و دیوانه. 16. ولی از آنجا که وجود آدمی از عشق خداست، پس از خود گذشتن انسان منجر به دریافت وجود جاوید و الهی می شود در قبال ایثار از وجود و حیات حیوانی خیشتن. 17. کار خدا عاشقانه است، ولی کار انسان عادلانه است که اگر به این عدل تن دهد، عشق خدا و وجود عاشقانه خدا را می‌یابد و در خود نقد می‌کند. 18. جهان هستی بر عدل و حق استوار است و آن تعادل بین وجود و عدم است که حیرت آورترین معنا و واقع است. چگونه وجود و عدم متعادل شده است؟ این است مسئله. این است عظمت و قدرت خدا در خلقت. 19. و هر که به این عدل پاسخی بر حق دهد که همان وفای به حق وجود است، عشق را می‌یابد. 20. آری، جهان هستی جادویی مطلق است، جادوی تعادل و توازن بین بود و نبود، بودی که خداست و نبودی که انسان است که بر جای بود نشسته است. این جادوی عشق خداست به انسان که عدل را پدید آورده است. هر که این عدل را فهم کند به عشق می رسد، زیرا عدل حاصل عشق است و هر که حق این عشق را ادا کند که از خود گذشتن است، عشق خدا را در خود می یابد و آن خدایی شدن است که اجر وفای به عهد است. نامه 65، احوال امام در غیبت و قربت. 1. امام زمان مهدی موعود همچون مسیح علیه السلام و ادریس علیه السلام در آسمان ها نیست، بلکه بر زمین است و در میان مردم زندگی می کند بی هیچ نام و نشانی، که گاه بر مشتاقان دیدارش دمی رخ می نماید و نوری از خود به آنها می بخشد تا هدایت شوند. 2. احوال امام زمان در عصه غیبت احوال یک انسان اهل جنت و رضوان خداست که برای شفاعت و هدایت خلق در دوزخ زمین باقی مانده است و وجودش محل نزول رحمت خداوند بر زمین و مردمان است که بی وجودش تومار بشریت و بلکه کائنات پیچیده می شود. 3. شرح احوال امام زمان در قربت غیبت و جهل و کفر و کوری خلق شرح غایت حزن و اندوه و رنج و درد است، همانطور که خود او فرموده است که رنجهای ایوب در قبال رنج او هیچ است. 3. غیبت او در میان خلق از غایت رحمت خداست، ولذا ظهورش تماماً قهر و غضب خدا بر کفار و مشرکین و منافقین است. 5. او خلیفه خدا بر زمین است، ولذا محل هبوط همه مظالم و معصیت‌های بشری است که بر جانش می‌ریزد و آن را به نزد خدا شفاعت می‌کند. او کل عذاب‌های بشری را بر جان خود خریده است. این است راز شفاعت. 6. او سپر بلای خدا بر خلق و سپر معصیت‌های خلق بر خداست. این است علت رنج و درد و اندوه لامتناهی او.
و بشریت فقط به دلیل رنجی که او می کشد امکان ادامه حیات دارد. او در مقابل هجوم آتش دوزخ به سوی خلق ایستاده است و آتش را باز پس می راند. 7. امام بار گناه خلق را می کشد و این است که خلق مهلت داده می شود و امکان ادامه حیات دارد و این بار گناه البته که جانش را می سوزاند و این معنای عشق او به خدا و خلق است. این است معنای دوستی با خدا و شفاعت خلق خدا. 8. و هر یک از یاران و مریدان امام نیز به نوبه خیش در این رنج و اندوه و شفاعت و بلاکشی خلق امام را یاری می دهند و این است معنای یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 9. و این است که همه اولیای الهی در دوره غیبت بلاکش و رنجورند و عذاب گناهان ناکرده را بر دوش می کشند که بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. 10. امام زمان و اولیا و یارانش خلیفه مردمان نیز هستند، جانشین وجدان و مظهر نفس و روح واحده خلق می باشند. 11. تعریف امام مبین در قرآن بیانگر وضع امام زمان است که کل جهان و جهانیان در وجود امامی آشکار متمرکزند. 12. امامان هدایت فقط رهبران معنوی خلق نیستند، بلکه پاسخگوی گناهان خلق به درگاه خدا نیز هستند، همانطور که در واقعه قیامت در قرآن می‌خوانیم. 13. در حقیقت امامان و اولیای الهی به جای همه گناهان و مفاسد و مظالم بشری رنج میبرند و این رنج همان واقعه شفاعت است. امام زمان پدر و مادر بشریت است و لذا وارث آدم نیز نامیده شده است. این است انسان کامل. نامه 66م، معمای راست و دروغ. 1. چرا همه چیز این آدمی دروغ از آب در می آید؟ عشق، ایمان، آزادی، ادعاها، ریاستها، باورها، علوم و فنون و آرمان شهرها و همه محاسبات و انتظاراتی که عمری بر پایشان تلاش کرده است. 2. اگر همه چیزهایی که از کسی صادر می شود دروغ از آب در می آید و به ابطال و ندامت می کشد، بدان معناست که خود آن فرد دروغ است و خودیت و من او بر دروغی ذاتی قرار دارد. و آن اینکه هیچ کس خودش نیست و لذا تمام تلاش‌های او در زندگی جهت اثبات و تحقق من دروغ از آب در می‌آید و رسوا و پوچ می‌شود. از دروغ جز دروغ بر نیاید، زیرا من دروغ است. 3. من هر کسی چیست؟ عناصر تشکیل دهندش چیستند و ساختارش چیست؟ ساختار کلی من هر کسی تن اوست که از ناکجا می آید و به ناکجا می رود و در اختیار و فرمان و تصاحب من او نیست، زیرا نابود می شود. 4. و اما عناصر و محتوای این تن چیستند؟ باورها، عواطف، خلق و خوی، آرزوها،
صفات و عادات که جملگی آریه‌ای و از غیرند و فرد صاحب و خالق آنها نبوده است و از تاریخ و ژن و وراثت و تربیت و شرایط اقتصادی و خانوادگی و سیاسی و فرهنگی به او رسیده است و هیچ کدامشان خودی و من او و از خود او نیستند، بلکه قل و زنجیرهایی هستند که بر او بسته شدند. 5. حال چون این موجودی که نامش من است میخواهد خود را در این جهان اثبات کند و نمیتواند و نباید هم بتواند، زیرا دروغ است. امری خلاف واقع چگونه میتواند اثبات شود؟ 6. پس این ایده و احساس که من نام دارد تماما غیر است و منی به معنای خود و ذات نیست و تماما آریه‌ای یا داده شده است. 7. این من همان شیطان است که جز دروغ و فریب تولیداتی ندارد و صاحبش را به ورطه نیستی می کشاند. 8. من دعوی عشق می کند و می پندارد که عاشق است و آنگاه به جای آن که معشوق را خدمت کند و مریدش باشد و بپرستد، توقع دارد که معشوقش بایستی وی را بپرستد و خدمت کند و این یک دروغ و واژگون سالاری است و عاقبت این عشق به نفرت و انتقام می رسد و دروغش رسوا می شود. 9. من دعوی ایمان می کند و اندکی بعد در هر سختی و بحرانی جز کفرش آشکار نمی شود. این هم دروغی دیگر. 10. من می پندارد که عاقل و کامل است، ولی روزی می فهمد که جاهل کاملی بیش نبوده است. این هم دروغی دیگر. 11. من در ذهن خود یک بهشت کوچک دارد که می پندارد با فراهم ساختن امکاناتش تحقق می یابد، ولی با تحقق امکانات بهشتی جز دوزخ نمی یابد. این هم دروغی دیگر. 12. پس خانه از پای بست دروغ است. این من است که دروغ است و بلکه به لحاظ وجودی کذب است. این من آن من انسانی نیست، یک شیطان است که در او منزل گزیده و خودش را من معرفی کرده است و رسالتش فریب انسان است. 13. بنابراین تنها راه رهایی از دروغ و فریب و جهل و رسوایی و عذاب همانا رهایی از این من است. 14. آیا به راستی چگونه میتوان از من خیشتن نجات یافت و این شیطان را برون راند و به من حقیقی و انسانی خود رسید؟ 15. این همان راه سیر و سلوک عرفانی است و آن کسی که من تو را از تو می ستاند و نجاتت می دهد و تو را خلع شیطان می کند، امام یا پیر نام دارد. هیچ کس به خودی خود نتوانسته از اسارت و تسخیر این شیطان نجات یابد الا این که موذی تر و ریاکارتر و حق بازتر شده است و حد اکثر یک زاهد ریاکار و یا یک عارف دجال گردیده است. 16. این راه نجات همان است که مذهب امامیه نام دارد که بی امام کافر است، یعنی بی خداست، یعنی بی وجود است. 17. در قرآن نیز می‌خوانیم که ملائک می‌گویند خدایا، اکثر این مردمی که خود را خدا پرست می خوانند جن را می پرستند، یعنی شیطان را، زیرا آدم های مذهبی بی امام زنده نام این من را خدا می نهند و آن را می پرستند و سجده هم می کنند و این است شیطان پرستی.
پس کسی را بیاب که تو را از تو بستاند. این است امام تو. نامه 67. مؤمن در سیطره حاکمیت ظلم. 1. یکی از مسائل بسیار سرنوشت آفرین در همیشه تاریخ برای اهل ایمان و صدق و عدل این بوده است که در زیر سلطه حکومت‌های جور چه باید کرد که مبتلا به ظلم آنها نشد و ایمان زکف نداد. 2. هر حکومتی تجسد و تجلی نفس اماره آن جامعه است که بر آن جامعه حکم می‌راند و بدین گونه عدل خدا بر روی زمین جاری می‌شود. 3. بر جامعه‌ای که اکثر مردمش مؤمنانند حکومتی مؤمن حکم می‌راند. بر جامعه مشرک هم حکومتی مشرک فرمان می‌راند و بر جامعه کافر هم حکومت کافر و بر منافقان هم منافقان و الی آخر. 4. حال تکلیف انگشت شمار مؤمنان در سیطره جباریت چیست تا از ظلم حکومت مبرا باشند؟ 5. مؤمنان بایستی همه موارد مظالم و مفاسد و جباریت حکومت را در نفس و زندگی خود ببینند و تصدیق کنند و از آن جدن توبه نمایند و نفس و زندگانی خود را ظلم زدائی کنند تا از ظلم حکومت در امان بمانند، تا مجبور نشوند که نان حکومت بخورند و به ظلم خدمت کنند. 6. در آخر الزمان که همه حکومت‌ها حکومت‌های ظلم و کفر و نفاق هستند، مؤمنان جز معرفت نفس و تزکیه نفس و توبه و اصلاح مدام اعمال و امیال خود هیچ راه دیگری برای حفظ ایمان و شرافت خود ندارند و برای توفیق در این امر بایستی پیر و امام هدایت خود را در هر مرتبه ای از ولایت جستجو کنند و به دور او جمع آیند، چرا که در آخر الزمان مؤمنان اولیای یکدیگرند. قول قرآن. نامه 68. دانایی و فهمایی. 1. آنچه که از مدرسه و تحصیل و کتاب و رسانه ها دریافت می شود اخبار است و نه علم، و حد اکثر اخبار علم علماست و سرفصل ها و عناوین مکاشفات و فهمایی اهل تفکر است که در حافظ ثبت می شود. علم نیست بلکه درباره علم است. 2. همانطور آنچه که از مدارس و تعالیم دینی آید می گردد هم دین نیست، بلکه اخبار دینی و درباره دین است. 3. عالم کسی است که از نزد خودش و در خودش و بدون واسطه اخبار و معلومات و حافظه قبلی خود در امری می اندیشد و به حقایقی می رسد. 4. متفکر کسی است که بی‌واسطه درباره چیزی می‌اندیشد و عالم کسی است که در تفکرش به مکاشفاتی می‌رسد. 5. پس تعلیم به معنای برانگیختن و احیای قدرت تفکر بی‌واسطه در دیگران است و نه انتقال اطلاعات علما به دیگران. 6. برای کسب اطلاعات سایر علما نیازی به معلم نیست، زیرا از طریق کتب هم قابل حصول است، آن هم با صرف وقت و هزینه کمتری. 7. معلمی که تفکری خودی و علم لدنی را در دیگران تحریک و تشویق نکند معلم نیست. 8.
و آن روحانی که در قلوب دیگران شمع ایمان نیفروزد نیز روحانی نیست. نامه 69 ولایت زناشویی. 1. آیا به راستی چند درصد آدمها پس از ازدواج این احساس را دارند که همسرشان لایق و در شأن آنهاست؟ البته بسیار اندک. 2. مردی که زنش را در شأن خود نمی داند بر او ولایت ندارد و زنی که شوهرش را در شأن خود نمی داند ولایت شوهرش را نمی پذیرد و چنین افرادی گویی ازدواج نکردند و لذا رابطشان به همسرشان ماهیتاً زنایی است و همه روابط این زناشویی ها دروغین است و فرزندشان نیز گویی حرامزاده است در خلق و خوی. 3. خداوند می فرماید که برای هر کسی از نفس خود او همسری قرار می دهد. پس کسی که همسرش را لایق خود نمی داند و قلبن به همسری نمی پذیرد با خدا در جنگ افتاده است و کافر است. 4. همه زنان کنار خیابان و روسپی خانه ها در جستجوی مردی لایق خود بودند که به این دام افتادند. 5. همه مردان پای منقل که اکثراً به لواط کشیده می شوند نیز در جستجوی زن لایق خود به این دام افتادند. 6. اکثر تباهی ها و مفاسد اخلاقی آدم ها و انحرافات جنسی و خیانت ها حاصل این است که همسر خود را لایق خود نمی دانند و قلبن نمی پذیرند و گویی خدا در حقشان ظلم کرده است و این معصیتی بر خداست. 7. ولایت زناشویی که اساس و هسته مرکزی سازمان و رابطه خانوادگی است محصول پذیرش متقابل زن و مرد درباره حق همسر خیش است و درک و تصدیق این امر که همسر او حق او و لایق او و نفس اوست. این است اساس زناشویی صادقانه و صمیمی و مؤمنانه و با محبت و خداپسندانه. 8. زن و شوهر نفس واحدند و این واحد بودن البته به معنای مساوی بودن نیست و بلکه اساساً متضاد بودن است، چرا که بسیاری از صفات نیکو در مرد عین بدی است در زن، همانطور که زن صفتی مرد و مردواری زن انحراف و مرض است. 9. زن و مرد نفس واحدند در خلقت ازلی، چرا که حوا از بطن آدم آفریده شد و در خلقت تاریخی هم مرد از بطن زن زاییده می شود. 10. همانطور که هر صفتی در زن برخاست از صفتی در شوهر است و بالعکس. 11. مردی که زنش را لایق خود نمی داند هرچند که بر زبان نیاورد، آن زن هم مردش را لایق خود نمی داند و این زندگی زنایی است. 12. زن مخلوق نگاه و احساس شوهر خیش به خیشتن است. 13. مردی که کافر و مشرک و بدبین به خدا و دین اوست بیشک به زنش نیز با چنین نگاهی می نگرد و در باره اش کافر و بدبین می شود، زیرا زن جمال دل مرد است و دل هرچه باشد به همان احساس به عالم و آدمیان می نگرد، مخصوصا همسر خیشتن که محبوب دل است. نامه 70 تنها راه نجات ملت ایران. 1.
ملت ایران امروز آفت و بدبختی و فسادی جز غرب زدگی ندارد که واکنش تاریخی عرب زدگی اوست که امروز این دو در تقابل با یکدیگر مشغول شق کردن کشور است. 2. ملت ایران هیچ راه نجاتی جز دستیابی به دین ایرانی، اسلام ایرانی، تشیع ایرانی، عرفان ایرانی، قرآن ایرانی، نماز ایرانی و دعای ایرانی و خدای ایرانی ندارد. 3. و بنده این راه را بر ملت ایران گشودم و هموار نمودم. 4. منظور از اسلام ایرانی ترجمه به فارسی متون اسلامی نیست، بلکه نزول اسلام و قرآن به فارسی است. این نزول طی تاریخ بر عارفان ایرانی رخ نموده است، ولی در عصر ما این واقعه بر دکتر شریعتی و بنده توامان واقع گردید. این ادامه تکاملی و مدرن همان امری است که بر حلاج و مولانا و حافظ و بایزید نازل شده بود. نزول آخر و زمانی قرآن و اسلام. رابطه من و شریعتی از جنس رابطه بایزید و شیخ خرقانی بوده است. 5. و این نجات هم فقط ایرانی نیست، بلکه جهانی است، زیرا اسلام دین جهانی و آخر الزمانی است. نامه 71. مفسدین کیانند؟ 1. در قرآن کریم می‌خوانیم که کافران زمین و آسمان را به فساد می‌کشند و چون به آنان گفته می‌شود که فساد نکنید، می‌گویند که ما اصلاحگران و آباد کنندگان هستیم. 2. امروزه مصداق مفسدین روی زمین کل نظام سرمایه‌داری صنعتی است که بر مکتب تکنولوژیسم و اصالت بازار آزاد و دموکراسی استوار است که زمین و آسمان و بشریت را به فساد کشیده است. فساد محیط زیست و فساد فرهنگ و فطرت بشری که از اعماق زمین تا جو و فراسوی جو را آلوده است. 3. امروز فساد همان صنعت است و مفسدین هم صاحبان صنایع می باشند که آب و خاک و هوا و انسان را تباه کردند. 4. امروز مفسدین فرهنگی همان دانشمندان صنعتی و ایدئولوگ‌های جهان صنعتی می باشند و علوم و فنون و هنرها و حامیان و مربجان جهانی آن و کل آنچه که مدرنیزم نامیده می شود. 5. و البته این فساد بازگشت ناپذیر است و در پیش رفت خود است که فرو می پاشد و ارکانش در هم می شکند و حامیانش به دست هم دیگر نابود می شوند. و در این خرابات است که نور نجات رخ می نماید و آثار ما فرهنگ این نجات است. نامه 72. ارکان تقوا. 1. تقوا یعنی پرهیز از خود و همه متعلقات مادی و معنوی و تاریخی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تربیتی و نژادی و جنسی و قومی و طبقاتی و عقیدتی و عاطفی و روانی خود، هر آنچه که انسان را از امر حق باز می‌دارد. 2. امر حق چیست؟ پاک دامنی، عزت نفس، آزادگی، استقلال، ایمان، عقلانیت، معرفت توحیدی، عدالت، شرافت، صلح، محبت، وحدت، زیبایی، وفا، ابلاغ حقیقت، جهاد در راه خدا، صداقت، عصمت،
انجام وظیفه، خدمت به زیر دستان، سلامت، امنیت، شجاعت و همه ارزش‌های فطری و اخلاقی. 3. ترس برای جان و نان و رفاه و ریاست و عافیت و حفظ منافع خصوصی و خانوادگی و علایق دنیوی و عاطفی و جایگاه طبقاتی و اجتماعی جملگی عوامل و انگیزه های ضد تقوا هستند که انسان را از حقوق ذاتی و الهیش باز می دارند و به عرصه ظلم می کشانند که دروی ستمگری و ستمبری دارد در انواع صور و اشکال و اعمال. 4. تقوا یعنی پرهیز از هر امر باطنی و ظاهری که آدمی را وادار به ظلم و دروغ و فساد و بی تفاوتی در قبال حق می کند. 5. تقوا یعنی مبارزه با هر چیزی که آدمی را از آدمیت ساقط کند. 6. کمال تقوا همان خود براندازی در جهت احیای ارزش‌های الهی انسانی است، زیرا خود ذاتاً ضد خداست. نامه 73، شریعت و معرفت. 1. شریعت صورت ظاهری دین و اخلاق الهی است و معرفت هم حقوق باطنی و معنوی آن. معرفت همان شناخت شریعت است. 2. پس طبیعی است که شریعت به واسطه معرفت تعمیق و تثبیت و تحکیم می گردد و در جان و روان آدمی ریشه می دواند و اهل معرفت را به اخلاق الهی باطنن خلق می نماید. 3. پس معرفت همان راه رسوخ شریعت در دل و جان و روان و اعضای انسان است. 4. پس معرفت همان وادی صدق دین است، زیرا ظاهر و باطن آدمی را یکسان می سازد و دین را از قلمرو ریا نجات می دهد و انسان را از نفاق دینی می رهاند. 5. اگر چنین است که چنین است، پس چرا اکثر اهل شریعت و علمای شرع با معرفت و عرفان در جدالند؟ و نیز این که چرا بسیاری از اهل معرفت با شریعت در جدالند؟ این چه رازی است؟ 6. بی تردید آن اهل شرع که با عرفان در جدالند، احکام شرع را ماسک و نقاب اعمال و باطن زشت خود ساختند و لذا نمی خواهند باطن خود را مشاهده و فهم کنند، زیرا بر زشتی و دروغش واقفند. پس اینان منافقانند. 7. و اما برخی از مفسدین اخلاقی هم با توسل به باطن دین و معارف دینی شریعت و اخلاق الهی را انکار می کنند، با این توجیه که آدم بایستی دلش پاک باشد و نیازی به پاکی ظاهری نیست. اینان نیز منافقان وادی معرفت هستند. 8. پس نبرد بین این دو دسته از منافقان شرعی و عرفانی تحت عنوان نبرد بین شریعت و معرفت به ثبت رسیده است و این یک سوء تفاهم و گمراهی آشکار است. 9. هیچ دو چیزی همچون شریعت و معرفت در اتحاد و یگانگی و نیاز ذاتی با همدیگر قرار ندارند. 10. معرفت شریعت را عمق و روح می بخشد و شریعت هم معرفت را جلال و جمال می بخشد. 11. شریعت و معرفت به مثابه تن و روح دین هستند. 12.
آنان که میگویند کافی است که دل آدمی پاک باشد و نیازی به شریعت نیست، بایستی از آب و استحمام هم دور شوند و بتوانند بدون آب پاکیزه بمانند. 13. همانطور که آب فقط بدن را پاکیزه نمی کند، بلکه اعصاب و روان آدمی را هم صیقل می بخشد و آرامش می دهد، شریعت هم روح را تزکیه می کند اگر به همراه معرفت باشد. در غیر این صورت حتی تن را هم کثیف و نجس می کند، همانطور که خداوند مشرکین را نجس نامیده است. و دین بدون معرفت یکی از مجاری تولید شرک است. معرفت عنصر اخلاص